با درودی دیگر خدمت تمامی سروران، کشتی دوستان و همراهان همیشگی کانال حسین نظری MMA. علی هستم و با یک کشتی زیبای دیگه از سری مسابقات کشتی آزاد قهرمانی کشور در خدمت شما دوستان هستم. کشتی وزن 97 کیلوگرم رو هم میبینیم بین امیرعلی آذرپیرا از تهران در مقابل فرهاد بتوایی از لرستان. بریم با همین کشتی زیبا رو ببینیم. خب دو کشتیگی بریم کشک میاد امیرعلی آذرپیرا با دو بنده آبی قهرمان جهان هست در مقابل فرهاد بتوایی از لرستان با دو بنده قرمز. بریم کشک میاد دست هم یه کار میکنه، یه لحظه یه دستو میکشه زیر یخم و خاک میکنه بلافاصله. دو امتیاز میگیره حالا در همین ابتدای کشتی. یه بار انداز، چهار امتیاز. حالا میگه که یه بار انداز دیگه هم چشته کارش بکنه و بله بار اندازی دومش رو هم به اجرا میذاره و نتیجه کشتی رو در همین ثانیه های اول 6-0 میکنه به سود خودش. امیرعلی آذرپیرا قهرمان جهان هست، قهرمان امیدهای جهان در سربستان شد در سال 2020 چند ماه پیش. اونجا در فینال رادو لیفتر دارنده مدال نقره زیر 23 سال اروپا رو شکست داد. ببینیم یک بار دیگه تصاویر آهستان رو. یه دست رو کشید زیر خم خاکش کرد و بلا فاصله قبل از اینکه فرهاد بتوایی به خودش بیاد و بتونه دفاعی بکنه باراندازش رو هم به اجرا گذاشت. اینجا چهار، یه بارانداز دیگه هم زد و نجه کشتی. ببینید زیبایی، یه دست رو کشید بلا فاصله به پا رسید زیر خم خاک و بلا فاصله باراندازش رو هم به اجرا گذاشت. کلاس ناب کشتی ایرانی، واقعا صحنه‌های زیبایی شد. نجه کشتی 6-0 شد به نفع قهرمان جهان امیرعلی آذرپیرا. امیرعلی آذرپیرا در اون مسابقات در سربستان در دور اول حریف از بلاروس رو شکست داد، در دور دوم مقابل اورتاش ویلی از گرجستان به برتری رسید، نیمه نهایی رو هم در مقابل حریفی از امریکا جاناتان آیلو قرار گرفت و جاناتان آیلو امریکایی رو هم به راحتی از پیش رو برداشت و به فینال رسید و اونجا هم رادو لیفتر رو شکست داد و به طلای اون دور از رقابت ها رسید. به مسئولیت کوچیکی هم برای فرهاد بتوایی عزیز پیش اومد. امیدواریم که مسئله خاصی نباشه. گرفتگی عضله پا هست. پزشکی تیم ازش میپرسید که قادر هست ادامه بده به کشتی یا نه، که مایل هست که کشتی رو ادامه بده. حالا در سرگردن دسته همدیگه کار میکنن. همچنان امیرعلی آذرپیرا کند و تیز رو به جلو زیرکت میزنه، گست میکنه، یه لحظه یه زیر دخم و از بالا به پل میزنه. دو امتیازی، چهار امتیازی باید باشه. بله چهار تا بهش میدن. بنچه کشتی رو 10-0 میکنه به سود خودش. امیدواریم آسیب دیدگی فرهاد بتوایی هم چندان مهم نباشه. بله و اینجا قهرمان جهان، اینجا یک بار دیگه قهرمان کشور میشه. ببینیم یه زیر دخم زیبا و بالا به پل زدن، چهار امتیاز. ببینیم یک بار دیگه این تصویر رو، یه زیر دخم و از بالا به پل زد. خب دوستان، قهرمان جهان در سربستان و قهرمان کشور هم میشه اینجا. امیدواریم از دیدن این کشتی ها زیبا لذت برده باشید. از عزیزانی که تازه به جمع ما پیوستن درخواست داریم که کانال رو سابسکرایب کنن، اون زنگوله کنار کانال رو فعال کنن تا بلافاصله به محض آپلود شدن ویدیو جدید شما در جریان قرار بگیرید. تا درود دیگر، بدرود.